میدان رو میگم، میخوام بگم میدان رو باز دوباره امثال ظریف و پدر شما باز رو میدان هم اثر تعدیل کننده خوبی داشت. منم همین رو گفتم، زمانی که بابا بود همه اینا بود، ولی بابا که رفت اصلا همه چی عوض شد. یعنی دیگه نه آقای روحانی نه آقای ظریف، یعنی وقتی که قدرت رو نداشتن و چون قدرت رو نداشتن تصمیم گرفتن با خودشون بشن. من که میگم ادبیات آقای روحانی و ظریف نسبت به این مسائل بین‌المللی ما تندتر از خانم هاشمی شده بود. میگه اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، پیامبر اگه کشته شد یا فوت کرد برمیگردید به جاهلیت. یعنی همه چیز رو بر مبنای اینکه حالا که پدر نیست دیگه باید ناامید شیم، دیگه کسی دیگه ای نمیتونه کار انجام بده. خب میتونه کی؟ هر کی باید بسازیم. پدر شما پدر شما شاگردای خوبی تو تربیت کرده که میتونه کی الان دو تاشون نام ببره. الان ببین ما از بیرون که نمیتونیم، یکیشون مدرسه شاگردش، ولی من از بیرون نمیتونم بگم همتی شاگرد فرزند پدر شماست. بله من اینم گفتم آقای مخزلی، ببین گفتم آقای همتی مرد خیلی خوبی هم هست، منم خیلی ایشون بهشون علاقه مندم. واقعا بابا دوست داشت آقای همتی رو، یه جام گفتم که اگر بابا بود حتما تو انتخابات شرکت میکرد. من میگم به این رأی بدید، من که خودم گفتم احسن. بله به آقای همتی رأی بدید، ولی بابا اگر بود کار به اینجا نمیرسید. بابا اگر بود راه اصلاح طلبان به بنبست نرسیده بود. ببخشید بذار من جمله تموم بشه. اول تو بنبست بود. نه من اینو اعتقاد ندارم، من اینو اعتقاد اصلا دنبال اصلاح نبود. نه اینم اعتقاد ندارم. ببینید ممکنه خطا بوده باشه، ولی اینکه بگیم اصلاح طلب نبودن، دنبال اصلاحات نبودن، دنبال سفره بودن. نه سهمی از سفره انگار. نه من اینو واقعا اعتقاد ندارم. ببینید توی دوره‌های خطاها زیاد بود، اتفاقات بدی هم افتاد. خود اصلاح طلبان ضرباتی که به بابا زدن بیشتر از اصولگراها بود. بله اینا یادمه، ولی این معنیش نیست که اینا دنبال اصلاحات نبودن. ببین همین الان بزرگترین ضربه رو اصلاح طلبا زدن. عالی جناب خاکستری خود بابا، بله خود بابا با اینا همراه شده، خود بابا شده رهبر اینا. حالا ما می‌خوایم کاسه دکتر از آش بشیم، بریم اون موقع که اینا ضربه زدن، خب بابا خوش میدونست، ولی با این حال دوباره باز کرد دلشو، همه اینا اومدن کنارش قرار گرفتن. ضربه اصولگرایان رو خورد، ضربه اصلاح طلبا خورد، ولی همه رو پدرانه جمع می‌کرد. بله منم حالا ما بگیم کینه بگیریم که حالا اونا ضربه زدن. الان اصلاح نبوده، دو ساعت صحبت کردم، گفتم شما میتونید که از اصلاح طلب و اصولگرا هر دوشون استفاده کن. اون واژه بابا همیشه این کارو میکرد، واژه اصلاح طلبان و اصولگرا و اصولگران اصلاح طلب رو من اونجا ابداع کردم. حالا من فکر کنم همه واژه ها رو شما ابداع کردین اینجوری. آیه توکلی توی رقابت بعدی به کار. آخه ببینید بابا خودش وقتی کابینه اولش بود پر اصلاح طلب، اون موقع چپ و راست میگفتن، هم چپا بودن هم راستا بودن. دو کابینه دومش هم البته مجلس چهارم، یعنی همیشه اینجوری بود، اصلا با دشمنش کار میکرد. بله تو مجمع ببینید باز هم چپا هستن هم راستا هستن. بنابراین اینکه خود آقای پالیزدار فوشا رو داد، حالا ما بیایم بگیم مثلا اصلاح طلبا اون موقع ضربه زدن پس دنبال اصلاحات نبودن، خب بله هر کسی توی دوره خطاهایی داره، ولی خود بابا راه رو باز کرد برای همین اصلاح طلبا. خود بابا اجازه داد که این اصلاح طلبا کنارش قرار بگیرن. خود بابا این قضیه انتخابات آقای روحانی اینا رو خودش هدایت کرد. بنابراین دیگه نمیتونیم حالا اون حرفا رو الان بزنیم، ما بیایم در مورد الان حرف بزنیم.